سلام بر همگان من بن سبتی سخنگوی اداره دیپلماسی عمومی اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به زبان فارسی در خیار شما قرار دهم این هفته صد نماینده خانواده های ها به هلند پرواز و شکایتی رسمی علیه رهبران حماس در لاهه ارائه خواهند کرد اتهاماتی که در شکایت رسمی در لاهه ارائه می شود شامل آدم ناپدید شدن اجباری خشونت جنسی شکنجه و سایر جنایت است با توجه به ناکامی جامعه بین المللی در اعتراف به جنایت حماس خانواده‌ها امیدوارند که این شکایت موضوع را به آگاهی عمومی بازگرداند نیروهای اسرائیلی به فشار بر حماس در غزه و تونل‌ها ادامه میدهند. شواهد نشان می دهد که دقیقا زیر محله اون را در غزه جایی که گروه تروریستی حماس یکی از مهمترین دارایی‌های خود را پنهان کرده بود چه اتفاقی افتاده است تونلی به طول 700 متر و عمق 18 متر که حافیه چندین درب انفجاری بود زیر مقر اصلی سازمان کمک به پناهندگان سازمان ملل اسناد کشف شده در دفاتر اون را تایید می کند که این دفاتر در واقع توسط تروریست های حماس استفاده می شده است در داخل اتاقها ها مقادیر زیادی سلاح از جمله تفنگ مهمات نارنجک و مواد منفجره کش شد حماس دوباره از ساختارهای بشر دوستانه برای انجام عملیات های تروریستی در اتاقهای اون را استفاده می کند اسرائیل به تشدید تلاش ها برای از بین بردن حماس ادامه خواهد داد در مصاحبه این نخست وزیر نتانیاهو تصریح کرد که اسرائیل وارد رفح خواهد شد در حالی که عبور امن برای غیرنظامیان را حفظ می کند. ما این کار را در حالی انجام خواهیم داد که برای غیرنظامیان گذرگاه امن فراهم کنیم تا بتوانند آنجا را ترک کنند. نخست وزیر به اهمیت عملیات در رفح تاکید کرد و گفت کسانی که میگویند تحت هیچ شرایطی نباید وارد رفح شویم اساسا میگویند باید اسرائیل جنگ را ببازد. اسرائیل به عملیات خود در غزه ادامه خواهد داد تا زمانی که حماس از نوار غزه شکن شود و گروگانها سالم به خانه بازگردند در شمال حزب به هدف قرار دادن غیرنظامیان اسرائیلی ادامه میدهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عبداللهیان با همتای لبنانی خود عبدالله بوحبیب در بیروت دیدار کرد. عبداللهیان همچنین با حسن نصرالله رئیس حزب دیدار کرد. اسرائیل به دنبال جنگ با لبنان نیست اما میخواهد صد هزار شهروند بی خانمان خود در مرز لبنان را تضمین کند حزب باید به تجاوزات خود و نقض قطنامه های 1559 و که شورای امنیت پایان دهد و به شمال لیتانی عقب نشینی کند امیدوارم که لبنان به عنوان نماینده ایران عمل نکند و باعث آشفتگی در منطقه نشود مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاسگزاریم